عرض ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز، امیر میرکریمی هستم، مربی بدنسازی حرفه‌ای و تغذیه ورزشی از فدراسیون جهانی بدنسازی IFBB. تو این ویدیو می‌خوایم ببینیم آیا دوان جانسن ملقب به راک دوره استروید رفته استفاده کرده یا نه، چون خودش میگه من فقط توی 18 سالگی چند هفته استروید استفاده کردم و دیگه کنار گذاشتم. و اگر استروید استفاده کرده احتمالاً از چه استرویدهایی بهره گیری میکنه. خب قبل از اینکه بخوام برم سراغ اصل مطلب، این نکته رو یادآوری میکنم هرچی تو این ویدیو گفته میشه صرفاً جهت اشتراک گذاری اطلاعات و نباید مبنای استفاده از دارو قرار بگیره. دوان جانسن یه خانواده ای داره با بک‌گراند ورزشی، وارد WWE کشتی کج میشه، از اونجا وارد هالیوود میشه. به لحاظ قدی خب دست افرادی که واقعا قد بلندی داره، 1.93 پر کردن قدهای بلند خیلی کار سختیه. حالا کسایی که قد بلند دارن و بدنسازی میکنن حرف منو متوجه میشن. اگه شما با قد 1.90 برید باشگاه ورزش بکنید، دوستتون با قد 1.70 باشه، می‌بینید شما حداقل 5 برابر تا 6 برابر ایشون بایستی زمان بذارید تا نتیجه کمتر از بدن اون قد 1.70 بگیرید. بسیار کار مشکلیه، بسیار. این مثالی که بخوام براتون بزنم، وزن کریس بامستد روی استیج از هادی چوپان بیشتره، ولی شما نگاه میکنید بدن هادی چوپان چقدر پر عضلانی و چگال هست، اما بدن بامستد یک بدن کلاسیکه. تازه قد کریس بامستد 1.80 خورده ایه. حالا شما فرض کنید قد بشه 1.90 خورده ای، ببینید چقدر پیچیده تر میشه. بنابراین وقتی که شما میخواید تو قد بلند بدنتون رو عضلانی بکنید، کار بسیار سختی رو پیش رو دارید، چون قد راک 1.93 هست این موضوع رو میگم. پس این یک مسئله، همین که بدن راک پره این و میتونه کات هم باشه همزمان، یک نکته شک برانگیزیه. و وزنم تقریبا 120 کیلو الان وزنشون، اینم عدد کمی نیست. کسایی که میدونن نگه داشتن بدن تو درصد چربی پایین تو این وزن کار آسونی نیست، کسایی که این وزن رو دیدن حداقل گواه این موضوع هستن. من یه ویدیو کوتاه از سنهای مختلف راک براتون میذارم، تغییرات ایشون رو ببینیم، بعد میریم دونه دونه روی سری عکس ها صحبت میکنیم، بهتون رو هر عکس یه سری نکات میگم و در نهایت ببینیم اگر استروید استفاده کرده چه استروید هایی. اینجا 15 سالگی ایشونه، سی و یک سالگی، سی و چهار سالگی. به صورت و فریم بدن خیلی دقت بکنید، راجع به اینا میخواییم صحبت بکنیم. 40 سالگی، 50. یه تفاوت عمده رو تو بدنشون میبینید. اینجا به صورت که میگم دقت کنید، به خاطر این عکس گذاشته شده. به سایز صورت دقت کنید در قیاس با بقیه عکس ها. سایز صورت رو با سرشون ها قیاس بکنید به نسبت عکس های قبل. ویدیو رو بزنید عقب خودتون و همینطور اینجا. خب تو این عکس ها شما یه سری سرنخ ها دستتون اومد که من راجبش بیشتر صحبت میکنم رو عکس های مختلف. و بریم اینجا
این دکتر یوان هست که ایشون 5 میلیون سابسکرایبر داره در یوتیوب. خب اینجا رو با هم دیگه نگاه بکنیم. Celebrities you didn't know had plastic surgery, part one. Throughout his entire stint with the WWE, The Rock, Dwayne Johnson was self-conscious of his gynecomastia, otherwise known as man boobs. So in 2005, he reportedly underwent surgery to reduce them. Celebrities you didn't know. خب اینجا هم که دکتر یوان اشاره کرد، سلبریتی که شما نمیدونید، اطلاع ندارید که از عمل جراحی زیبایی ژنیکوماسی استفاده کردن برای توده سینه‌شون و یه عکسی هم گذاشتن. خب من اینجا برم سراغ عکسایی که دارم و میخوام در رابطه با راک صحبت بکنم. خب شما این عکس رو من مقدار زوم بکنم بیشتر دید داشته باشید. خب ببینید اینجا ما پدر بزرگ و پدر دوان جانسون رو داریم. تو عکس راست پدرشونه، در عکس چپی پدر بزرگشونه. خونوادتن نبینید بدنهای عضلانی داشتن و فریم بزرگ. سرشونها رو ببینید چقدر پهنه. حالا پدرشون که دیگه ژنتیک فوق‌العاده خوبی داشتن. و با توجه به اینکه حالا برگردیم به زمان پدر، نقش استروئید ها کمتر بوده، میفهمیم پدر خیلی خوش ژنتیک تر بوده. از روی عضلات سرشون و پشت بازو و سینه میتونید حدس بزنید که ژنتیک پدر خیلی خوب بوده. حتی اگه فکر میکنم میرسید به دوران بدنسازی و وارد بدنسازی هم میشه، تو بدنسازی هم خیلی موفق بود. خیلی بدن، حالا عکس روبروی ایشون رو من دیدم، بدن خیلی سیمتریک، عضلات شکم، سرشونه، تقریبا میشه گفت یه پکیج کامل بودن برای بدنسازی. خب اینجا من دو تا مسئله رو میخوام بهتون نشون بدم. یکم بریم جلو. این عکس رو تو اون ویدیو هم دیدید. این عکس رو دقت بکنین ببینید سرشونه های راک توی سن 15 سالگی چقدر پهنه و شما عضله رو سرشونه و جلو بازو هم میبینید. یعنی ژنتیک که از حتی به ژنتیک پدرش نمیرسه ولی بدن خوبی داره. و حتی این عکس اصلا نشون نمیده بچه 15 ساله رو ما داریم میبینیم، فکر میکنیم یه نفر 25 ساله رو داریم میبینیم. بنابراین اینجا خب نقش ژنتیک ایشون میاد وسط و حالا توی این عکس که هم کات خوبی دارن هم عجم عضلانی خوب تو سن بالاتر، که اینجا حالا نشونه های هم مصرف استروئید شما میتونید ببینید که یکی عضله کوله. ببینید عضله کول تو دوره استروئید بیشتر از همه رشد میکنه، چون گیرنده های آندروژن عضله کول خیلی زیاده. یادتون باشه تو دوره خیلی کم عضله کول رو تمرین بدید، چون به نسبت بقیه عضلات خیلی سریعتر رشد میکنه و تناسب بدنتون رو به هم میزنه. تو سرشونه ها هم میبینید، حالا این عکسی کم ادیت شده، عکس اصلی رو ببینید، سینه مقدار فلاشه، یعنی قرمز شده، نشونه استفاده از استروئیده. تو ویدیویی که ایشون تمرین میکنه میتونید ببینید. بریم عکس بعدی. خب من اینجا با توجه به اینکه سن راک پایین تر بوده میخوام قیاس بکنم ببینید بدنش چقدر چربتر، چگالی پایین تر، عضلات کوچیک‌تر و هرچی سن میره. تازه اینجا تو WWE بوده، یعنی کارش ورزشی بوده، اما بعد وارد هالیوود شده و بدنش بهتر شده به جای اینکه بدتر بشه. خب اینم یه عکس خیلی خوبیه برای سینه ها که عمل کرده. همون دکتر یوان میگفت شما اینا نکنید، سینه ها اینجا ژنیکو میبینید که البته اینجا خفیفه و الان میبینید سینه های راک چقدر لیفت شده و اینجا شما اثر عمل زیبایی رو هم میتونید ببینید. پس ژنیکو اومده به یه دلیلی اومده، خودش اینطوری نیستش که به صورت طبیعی بوده باشه. حالا ممکنه تو سن بلوغ بوده باشه ولی رشد کرده که مجبور شده عمل رو انجام بده. خب اینجا برای فیلمشون هست که دارن بازی میکنن و خب خیلی ها وقتی راکو میبینن فکر میکنن بدن واقعا این بدنی هستش که توی ویدیو دارن میبینن، در صورتی که اینطوری نیست. حتی توی اینجا عضلات شکم راک ببینید خیلی ضعیفه و درصد چربی بالایی رو نگه میداره، اما دارن کات ایجاد میکنن با
گیریم و آرایش، به دلیل اینکه بیشتر شات‌های کلوز می‌گیرن و این شات‌های کلوز بالا تنه رو بیشتر می‌گیره و رو بازوها که دارن کات ایجاد می‌کنن که بیننده و مخاطب حالا با فیلترها و نحوه نور کاری بکنن، القا بکنن، بدنشون بهتره. پس اون چیزی هم که ما می‌بینیم با واقعیت متفاوته و در نهایت این عکس که خیلی عکس مهمیه، به سایز صورت اشاره کردم تو اون ویدیویی که میدیدید. میدونید دیگه یکی از عوارض هورمون رشد، رشد عضلات در ناحیه فک هست، چون عضله فک دائما رشد میکنه و این هورمون رشد اینجا اثرش رو روی عضلات فک، ببخشید روی اندازه استخون فک گذاشته، سایز صورت تغییر کرده و بافتایی مثل بینی و گوش که قضروفی هستن اینها هم رشد میکنن و شما توی اینجا میتونید ببینید که بینی و گوش هم رشد کرده، کلن سایز سر تغییر کرده. خب این عکسایی بود که من میخواستم بهتون بگم که یعنی راک استروید استفاده کرده است. حالا که فهمیدیم راک استروید استفاده کرده، مسئله اینه که چه نوع استرویدهایی رو استفاده میکنه ایشون. خب اول از همه در رابطه با قد و وزن ایشون دوباره ما میتونیم یه سری نشونه ها بگیریم. راک باید استرویدهای حجمی استفاده بکنه. توی عکسی که داشتن بدن راک رو گیریم میکردن دیدید که عضلات شکم کات زیادی نداشت و علت اینجا چی هست که اونجا کات خوب نمیگیره؟ چون اگر راک بخواد از دوره های کات استفاده کنه بدنش کوچیک میشه و توی اون قد شما اون فریم بزرگ و استخونی میبینید، بنابراین مجبوره راک از دوره های حجمی استفاده کنه. یعنی دوره هایی که برای کات هست عملا از دوره استروید راک خارج میشه. این داروها میتونه چی باشه؟ میتونه مثل وینسترول باشه، میتونه آناوار باشه، میتونه مستران باشه. حالا مستران اگر استفاده بشه فقط به جهت نگه داشتن سطح تست یا کم کردن عوارض استروژنی، اینا به تنهایی کاربردی نداره. مثل پریموبولان، چیزایی که داروهایی که حجم خشک بهشون میدن، تورنوبال، اینا به درد دوره استروید راک نمیخوره. خب حالا چه داروهایی رو ممکنه استفاده بکنه؟ راک به دلیل اینکه به لحاظ مالی و شغلی، من اینطوری بخوام بهتون میگم، زندگیش براش ارزشمنده. ببینید ما بدنسازهایی که مسابقه میدن زندگیشون براشون ارزش نداره و این عوارض رو متحمل میشن. خب اون کسی که میره مسابقه و درصد چربیشو میاره تا 5% پایین، کلی دارو استفاده میکنه، میدونه خیلی عوارض رو متحمل میشه، اما عشقش بدنسازی، استیج و رقابته، بنابراین این عوارض رو میپذیره. پس زندگی براش اولویت دومه، سلامتی اولویت دومه، اولویت اول میشه قهرمانی و ساخت اون بدن زیبا. خب برای راک اینطوری نیست. چرا؟ چون درآمد بسیار بالایی داره، تو هالیوود خیلی بهتر دیده میشه، شما توی هالیوود دیده بشید خیلی مشهورتر هستید تا قهرمان بدنسازی باشید. بنابراین برای راک درآمدش و اینکه سلامت باشه هم خیلی مهمه. پس استرویدهای پر آرزه هم میرن کنار. مثل چی؟ مثل ترمبلون، مثل هالوتستین، مثل اوکسیمتولون، مثل سوپردرول، مثل منت که حجم خیلی خوبی میتونه بده، اینا هم حذف میشن. خب حالا استرویدهایی که میمونن چیان؟ استرویدهایی مثل خانواده تستوسترون، از تستوسترون اننتیت، سایپیونیت، سوسانون و قطعا پروپیونیت نه، چون پروپیونیت برای بدن راک مناسب نیست. راک باعث دائم در حال حجم گرفتن باشه، اون حجم عضلاتش رو حفظ بکنه. بنابراین خانواده تستوسترون مخصوصا حالا تو آمریکا
سایپیونیت و سوسانون خیلی به درد راک میخوره. به نظرم از استرویدهی که استفاده میکنه حتی تیپ بدنی و شکل بدنش هم نشون میده. خانواده تستوسترون استفاده میکنه. ناندرولون رو قطعا استفاده میکنه راک به دو دلیل. یک، به دلیل اینکه ناندرولون روی سلامتی مفاصل خیلی تأثیر گذاره. ببینید افراد قد بلند خیلی ضعف مفصل دارن، فشار روی مفاصلشون بیشتر از افرادی هستش که قد کوتاه دارن، به دلیل مرکز ثقلشون که از زمین فاصله بیشتری داره. اگه یه فرد قد بلند اسکات بزنه، یه قد کوتاه هم اسکات بزنه، قد کوتاه خیلی وزن سنگین‌تر رو راحت‌تر اجرا می‌کنه و با آسیب کمتر. اما قد بلند همون وزنه رو به سختی بیشتر و با آسیب بیشتر میتونه اجرا بکنه. اینا تحت عنوان، حالا کسی هم که علاقه دارن بخونن، آنتروپومتری بدنه، که شما اگر در رابطه با آنتروپومتری بدن مطالعه بکنید کتاب داره، میتونید بفهمید چه نوع حرکاتی برای چه افرادی آسیب بیشتری رو ایجاد میکنه. بنابراین توی قدهای بلند آسیب روی مفصل بیشتره و مفاصل کلن مستعدتر هستن. خب وقتی قد بلند میشه طبعا وزنم میره بالا و توی این وزن بالا مجدد فشار رو مفاصل زیاده، پس راک بایستی از مفاصلش مراقبت بکنه. کدوم داروها این کار رو میکنه و حجمم میده؟ ناندرولون انواع دکنوئت، فنیلپروپینیت میتونه کمکش بکنه، پس استفاده میکنه. بله نشونه هاش هم داره بدن راک نشونه های استفاده از ناندرولون هم داره. حالا استرویدی که اینجا راک استفاده بکنه برای عوارض استروژنی میتونه مستران یا بولدنون باشه در کنار این استروید ها. من نمیگم راک به هیچ وجه مثلا سمت ترمبلون نرفته، ممکنه مقطعی برای یه فیلم یه دوره خیلی کوتاه از مثلا ترمبلون استیت استفاده کرده باشه، مقطعی، یه بازه زمانی بسیار کوتاه، اونم احتمال کم. اما دوره های راک رو بدونید، عمدتا این داروهایی که گفتم، خانواده تستوسترون و ناندرولون، در کنار اینها بولدنون یا مسترون تشکیل میده. و در رابطه با پپتاید هایی که استفاده میکنه، راک خیلی از پپتاید بهره گیری میکنه، به ویژه پپتاید های خانواده GHS، گروث هورمون سیکرتوگاک، که صحبت کردم توی ویدیو هگزالین در رابطه با این خانواده پپتاید ها. میتونه خود هگزالین باشه، میتونه GHRP6 باشه، میتونه خود هورمون رشد باشه، HGH. چرا؟ چون بهش کمک میکنم پوست خوبی داشته باشه، هم موه خوبی داشته باشه و اون بحث خواص ضد پیری این پپتایت ها رو بهره بگیره، تو هالیوود خیلی مهمه. در کنار اون به رشد عضلاتش هم کمک میکنه و اون سایز صورت و فکی هم که دیدیم نشونه های استفاده ایشون از هورمون رشده. پس دوره احتمالی راک، تستوسترون به علاوه ناندرولون به علاوه هورمون رشد در دوران بال کردن و وقتی میخواد یه مقدار بدن رو کات بکنه، احتمالاً بولدنون یا مستران هم اضافه میکنه و دوز هورمون رشدش رو یکم بیشتر میکنه، حالا با اون غذایی که استفاده میکنه. این میشه دوره های استروید راک. و مطمئن باشید تحت عنوان یک کلینیک ایشون این کار رو انجام میده که مداوم هر دو هفته یک بار آزمایش خون ازشون میگیرن، ایندکس هایی که سلامت رو نشون میده رو بررسی میکنن، هیچ هورمونی نمیذارن زیاد بالا و پایین بشه. شخصی مثل راک قطعا توی TRTه که میتونه این عضلات رو توی این سن نگه داره، بنابراین تزریق تستوسترون ایشون همیشه هست در طول سال، فقط دوزش بالا پایین میشه. مثلا دوره دوز میره بالا میتونه مثلا بشه 200، 300، 400 و زمانی که میره تو TRT دوباره برگرده دوز تستوسترونش پایین تا 100 میلی گرم. بنابراین
راک مقطعی برای افزایش حجم دوز تست رو زیاد میکنه، حالا در کنار این میتونه ناندرولون کمکش بکنه و خیلی مطمئن باشید مراقب سلامتی هست توی بود دوره های استرویدیشون. پس این شد یه جمع‌بندی از دوره هایی که راک استفاده میکنه. حالا افرادی هم که قد بلند دارن و خیلی دوست دارن حجم سالمتری داشته باشن، یه الگوی خوبیه برای کپی کردن دوره ها، که من مخالفم البته، ولی در کل باز عقلانی تر و سالم تر به نسبت دوره های حجمی هستش که بدنساز ها استفاده میکنن، مثلا ترکیب تست و ترمبلون و دوره های دیگه. خب دوستان، امیدوارم این ویدیو مفید بوده باشه، استفاده کرده باشید. اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، اگر تا حال کانال رو سابسکرایب نکردید کانال رو سابسکرایب کنید، شیر کردن ویدیو برای دوستانتون لطف بزرگی هستش در رشد کانال، و گزینه سوپر تانکس هم برای عزیزانی که قصد حمایت مالی دارن فعال. پیشاپیش از این عزیزان هم تقدیر و تشکر رو دارم. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.